خب همیانان ارجمند، جنوزی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. نمیدونم که جشنواره گلدن گلاب رو دیدید یا نه، چون در این جشنواره امسال بازیگر نقش استیپن هاپکینگ برنده جایزه شد، بهترین هنرپیشه. و جالبه که برای اینکه مجموعه حرکات این دانشمند بزرگ رو از نزدیک ببینه، او رو زندگی کنه و تجربیات او رو، 4 ماه در کنار زندگی کرد، 4 ماه او رو زیر نظر گرفته بوده. بریم به سراغ چی؟ به سراغ دکتر علی نیری عزیز به همراه آقای امیر درخشان که برنامه رو هدایت میکنه. و عرض ادبم خدمت همه هموطنان ارجمندی که این برنامه رو تماشا میکنند و ما رو مورد تشویق و تایید قرار میدن. آقای دکتر علی نیری عزیز، درود بر شما. درود به شما آقای مهبودی گرامی و دوست داشتنی. عرض ادب دارم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌تون و سپاسگزارم از مدیر فنی برنامه امیر درخشان. خب استیون هاپکینگ که شما اینقدر بهش علاقه‌مندید، جانشین گالیله، اینشتین، بازیگر نقش او به عنوان بهترین بازیگر شناخته شد و واقعا هم حقشه به نظر من. من امسال این بخت و اقبال رو داشتم آقای میبودی که فیلم های خوبی رو رفتم سینما و دیدم و انصافا بگم هنرپیشه های خیلی خوبی بوده. در مجموعه اون فیلم هایی که من دیدم که منتقدینم نظر بسیار مثبتی نسبت به خود فیلم ها و هنرپیشه ها داشتن، همچنان رأی اول من برای آقای ادی ردمین بود که نقش استیون هاکینگ رو بازی میکنه و طبیعتاً خیلی خوشحال شدم وقتی که دیدم که این نقش رو به خاطر بازی در این نقش بهترین هنرپیشه مرد در گروه فیلم‌های درام شده. حالا شاید از امیر عزیز خواهش کنیم که عکسی که استیون هاکینگ و ادی ردمین بعد از این پیروزی در کنار همدیگه گرفتن رو برای شما به نمایش بذاره. من فکر می‌کنم که خیلی مشتاق باشن که با زندگی استیون هاپکینگ به روایت شما آشنا بشن. خیلی کوتاه خواهش میکنم یه بار دیگه بفرمایید. ممنون میشم. با کمال. مثل که ارتباط قطع شد یک لحظه. خب ارتباط برقرار میشم. میانم داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی نیری. یکی از پرسش هایی که من داشتم از دکتر نیری که بار قبل فرصت نشد، فقط به اختصار از کنارش گذشتیم، مسئله منشأ بسیاری از فلزاتی است که روی کره زمینه، در اعماق خاک و در کوه هاست، اما منشأ کیهانی داره. منشأ که یعنی زادگاه. خب دکتر نیری آمدن. دکتر نیری، بله بله، به روایت شما زندگی استیون هاپکینگ از دید یک فیزیکدان نظری، یک دانشمند فیزیکدان نظری، سراپا گوشی. خواهش میکنم. اولا بگم که چند روز بیشتر نیست، یعنی در واقع 9 ژانویه 73 سال روز به دنیا آمدن این فیزیکدان برجسته بریتانیایی بود. چند روزی بیشتر نمیگذره، کسی که در 26 سالگی عنوان شده بود که بیش از 2 سال زنده نخواهد بود، اما همونطور که دوستان و همکاران و نزدیکان او گفتن، او توانست که تمام قوانین طبیعت رو با زندگی خودش به چالش بکشه. جالب هست برای این رو گفتم، یک بار دوست دارم باز هم بگم که استیون هاکینگ بسیار نظر مثبتی نسبت به ایران داره. در زمان زلزله بوئین زهرا اونها در سفری بودن که از راه زمین به سمت هندوستان و پاکستان می رفتن و خاطرات بسیار خوب و خوشی در مجموع از سفر به ایران و مردمان ایران داره و البته بیشتر مردم شاید اون رو به خاطر کتاب‌های عامه فهم، یعنی تا حالا در تاریخ بشر کسی کتاب علمی رو به چنین زبان ساده‌ای ننوشته باشه که با چنین استقبال عمومی در واقع مواجه شده باشه. از این جهت او رکورددار کتاب‌های به اصطلاح نان فیکشن، حالا بتونیم بگیم که غیر رمان، غیر تخیلی و غیر تخیلی هست، چون مسئله بسیار پیچیده‌ایه، ولی او پیچیدگی ها رو با زبان بسیار ساده‌ای در نخستین کتاب عامه فهم خودش که تاریخ مختصر عالم بود، از ابرهای سیاه تا سیاه چاله ها،
و همینطور کتاب‌های بعدی که در این زمینه نوشت، ولی او بیش از 20 میلیون نسخه کتاب اولش رو در سراسر دنیا به فروش رسونده، فکر میکنم بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده و از این جهت هم چنین سابقه ای رو ما در بین دانشورزان علم نمیشناسیم. از نظر در میان متخصصین و فیزیکدانان ارزش هاکینگ به کار او در این بود که او قدم های اولیه رو برای تلفیق نظریه فیزیک کوانتومی که در ارتباط با اجزاء زیر اتمی کوچکتر از اتم و اتم هستند رو با ابعاد کیهانی یعنی کهکشان ها و کل عالم این تلفیق رو انجام میده، تلفیق بین نظریه کوانتومی و نظریه نسبیت عام اینشتین که در مورد ثقل یا گرانش هست. برای همین کار او بسیار اهمیت داره. او همچنین نشون داد که در واقع عالم بدون مرز، یعنی احتیاج به آفریننده نداره، میتونه خود به خود به وجود اومده باشه. و همینطور کار بسیار درخشان او در زمینه اینکه سیاهچال‌ها برعکس اون چیزی که ما فکر می‌کردیم، سیاهچال‌های فضایی، سیاهچال‌های کیهانی، برعکس اون چیزی که به طور سنتی و کلاسیک فکر می‌شد که آخرین مرحله تحول کیهانی است، در واقع ما متوجه شدیم که بر اساس کارهای استیون هاکینگ که سیاهچال‌ها هم ابدی نیستند و بالاخره اونها هم یک طول عمری دارن و بعد از اون به اصطلاح ما میگیم تابشی انجام میدن از خودشون، که این رو بهش میگیم تابش هاکینگ این روزها، یا دوچار نوع تبخیری میشن که اصطلاح همش میگیم تبخیر کوانتومی، و در واقع تمام جرم سیاهچاله دو مرتبه تبدیل به انرژی تابشی میشه. جالبه. دوستان اینگری وقتی که یه پدیده در فضا کشف میشه مثلا توسط یه دانشمند یا گروه از دانشمند، چطور اسم گذاری میشه؟ یعنی قانونی وجود داره در این زمینه؟ خب پرسش خیلی خوبیه آقای میبودی. ببینید اگر کسی پیش از این، فرض کنید یکی از دلایلی که استیون هاکینگ علی‌رغم کارهای بسیار پر اهمیتی که در زمینه تلفیق نظریه فیزیک کوانتومی و نظریه نسبیت عامه اینشتین انجام داده، هنوز موفق به بردن جایزه نوبل فیزیک نشده، این هست که یک به حال قرارداد نانوشته‌ای در مورد جایزه نوبل فیزیک حداقل تا جایی که من میدونم، فکر میکنم در بقیه رشته هم همینطور باشه، باید حتما اون تئوری شما توسط آزمایش ها و تجربه های متفاوت و در توسط اجتماع در واقع متخصصین به تایید رسیده باشه تا شما بتونید برنده جایزه نوبل فیزیک بشید. حالا دو نحوه این نامگذاری ها انجام میشه. اگر شما به عنوان کسی هستید که پیش بینی دیدن یک پدیده ای رو انجام بدید، مثلا دارم میگم در مورد آقای استیون هاکینگ، یا بهتر بگم دکتر استیون هاکینگ، تابش کوانتومی از سیاهچاله ها چیزی است که او پیش بینی کرده و ما تا به حال نتونستیم این تابش رو پیدا بکنیم. طبیعتاً اگر زمانی که شاید این زمان 100 سال دیگه باشه، چون خصوصیاتی که اون سیاهچاله‌ها باید داشته باشن بسیار بسیار خاصه و به راحتی نمیشه چنین سیاهچاله‌هایی رو این روزها در اطراف خودمون پیدا بکنیم، و سیاهچاله‌هایی که الان در تابش کوانتومیشون به سر ببرن باید در بدو پیدایش عالم به وجود اومده باشن که تعدادشون بسیار بسیار اندکه در کل کیهان. سیاهچاله‌های دیگه‌ای هم که ما در طبیعت می‌شناسیم، اینها اصطلاحاً سیاهچاله‌های اخترفیزیکی هستند که در کهکشان خود ما هم هستند و اینها به علت جرم بسیار زیادی که دارن هنوز به مرحله تابش کوانتومی نرسیدن. 3-4 برابر عمر عالم در واقع وقت احتیاج هستن این سیاهچاله‌ها بتونن به اون مرحله تبخیر کوانتومی برسن. بنابراین شانس پیدا کردن تابش کوانتومی هاکینگ از سیاهچاله‌ها بسیار بسیار اندکه. ولی بذارین بر فرض محال بگم که گروهی به سرپرستی شما آقای میبودی سال بعد یک آزمایشی رو طراحی میکنن و این اثر رو در آسمان پیدا میکنن.
در این صورت هم جایزه نوبل به شما و تیمتون و همینطور استیون هاکینگ تعلق خواهد گرفت و چون پیش بینی اولیه رو هاکینگ انجام داده بوده، نامگذاری هم طبیعتاً به اسم او خواهد شد. اما فرض کنید شما به طور اتفاقی، و این چیزیه که من میخوام تشویق بکنم جوانان خودمون رو، یکی از حوزه هایی که همچنان آماتورها نقش بسیار اساسی دارن توش، و جالب هست که بدونید که شاید در کمتر، تا جایی که من میدونم، شاید هیچ حوزه دیگه ای در علم طبیعی، در علوم طبیعی وجود نداشته باشه که یک آماتور بتونه چنین کشفیاتی رو انجام بده در نجوم آماتوری و پیدا کردن اون چیزیست که ما بهش میگیم ستاره های دنباله دار، یا بهتر بگیم دنباله دارها، کامتس، و یا حتی استروید، سیارک هاست. و شما میتونید حتی در یک آسمان بدون ابر و بدور از مهتاب، در خارج از شهرهای بزرگ که آلودگی نوری نباشه، با تلسکوپ های آماتوری قوی که این روزها وجود داره، شما میتونید کاشف یک ستاره دنباله دار باشید و مشخصات اون ستاره دنباله دار رو اگر شما به رصدخانه های بزرگ اعلام بکنید، شما رو به عنوان کاشف اون سیارک یا ستاره دنباله دار میشناسن و اسم شما بر روی اون گذاشته خواهد شد. این هم یک نوع دیگه از مشاهداتی است که امکانش هست که اسم کسی رو بر روش بذارن. چقدر جالب. چقدر جالب. در غیر این صورت فرض کنید، مثلا من اینو فکر می‌کنم یک بار دیگه در برنامه شما گفتم، این که نام فرض کنید سه دانشمند ایرانی در نقشه برداری هایی که از ماه شده و این اسم گودال های روی ماه رو به اسم دانشمندان مختلف تمام جهان گذاشتن و از ایران هم سه دانشمند وجود داره، اون در واقع اجماع دانشمندانه که با توجه به سهمی که این دانشمندان در پیشرفت علم داشتن میتونن اسامی رو روی اونها بذارن، که گفتم از ایران عبدالرحمن صوفی رازی است که بیشترین تعداد گودال ها به اسم اون هست، ابو ریحان بیرونی و ابن سیناست به علت نقش پر اهمیتی که در پیشرفت علم به خصوص علم نجوم داشتن. خب یه بار که باید حتما توضیح بید مثلا در باره صوفی رازی بیشتر، چون خیلی شناخته شده است در میان دانشمندان غربی، حتما از دکتر خواهم خواست لطف کنه دکتر نیری در یکی از برنامه ها دیگه میگن حرف میاره. میخواستم راجع به منشأ بسیاری از فلزات در زمین، منشأ کیهانی اونها صحبت بکنیم که میماند برای دفعه قبل. دکتر نیری خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده. خیلی ممنونم از لطف شما و با آرزوی بهترین ها برای شما و بینندگان. تا هفته آینده. تا هفته آینده. خب منظر دیگر از برنامه، به نظر من پس مهم این روزها مسئله نفت عمیانان، خب فروکش کرده رفته زیر 40 دلار در یک جاهایی و قیمت نفت در برخی از ایالت‌های آمریکا که اصلا به طور بی سابقه کاهش پیدا کرده، رفته زیر 2 دلار برای حدود هر 4 لیتر 2 دلار. در اروپا هم که دیدم یکی از روزنامه‌های پورتیراژ بیلد معرفی کرده ایستگاه های فروش نفت ارزان رو، یعنی سوخت ارزان رو، بنزین که داره میرسه به 1.20، یعنی 1 یورو و 20. خب اولا در نقاط مختلف دنیا هزینه تولید نفت و بهره برداری از شاه ها متفاوت. ما نفت دریای شمال رو داریم، دریای طوفانی و متلاطم در زمستان ها که تولید بسیار سخته، داریم در خلیج فارس، داریم در خشکی مثلا در خود ایران، خود ما در عربستان سعودی، در کل خاورمیانه خیلی متفاوته مثلا تا بهره برداری از نفت در چاهای موجود در دریای مدیترانه یا دریای شمال نروژ و انگلستان. اجازه با یک کارشناس در این زمینه صحبت بکنیم، ببینیم که هزینه تولید نفت چقدره. وقتی قراری که نفت امروز از قیمتش از آب معدنی کمتر باشه، کما که تیتر روزنامه ابرار اقتصادی بودم این دو سه روز پیش، درشت روزنامه که بهای نفت از آب معدنی هم پایین تر رفت. دکتر مهندس شاهین نژاد عزیز، درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی ارجمند، و همچنین درود میفرستم به هموطنانم هم که بیننده برنامه هستن در این لحظه. مطمئنم که همین الان از سر کار آمدید. بله
الان نه ولی خب نسبتاً بله. ولی شنیدم که بعض این کمپانی‌های کوچک نفتی در تگزاس خیلی اسفناک شده. برخی از اونا ورشکست شدن، برخی از اونا دارن میذارن میرن. ولی وضع کمپانی‌های بزرگ، کمپانی‌های مادر کماکان قرص و محکم ها. خب کمپانی‌های کوچک آقای میبودی به خاطر اینکه میادینی رو در اختیار دارن که این میادین تقریباً اواخر عمرشون رو سپری میکنن و بازدهی چاها بسیار پایینه، وقتی که قیمت نفت مثل اکنون اینقدر پایین میاد نمیتوانن با هزینه هایی که دارن استفاده داشته باشن، در نتیجه یه مدت نگه میدارن خودشونو ببینن شرایط چی میشه و اگر که وضعیت تغییر نکنه میفروشن و میرن و معمولا به شرکت های بزرگتر میفروشن و میرن. و بعضی چاها اصولا فرق نمی کنه شرکت کوچک باشه یا بزرگ، چون بسیار گرون هزینه تولیدش هست در نتیجه تو قیمت های پایین ترجیح میدن چاها رو ببندن و دیگه عملیات رو ادامه ندن. به هر حال این اگر این شرایط چندین ماه به طول بیانجامد 100% رو وضعیت انرژی در امریکا اثر زیادی میذاره و تولید امریکا رو پایین میاره. خیلی جالبه. خب اینا با این قیمت نفت موجود مثلا هنوز صرف کنه در دریای شمال نفت استخراج بشه و تولید بشه، یا مثلا در روسیه، در بسیاری از نقاط روسیه با این شرایط جبی که ما در اونجا سراغ داریم سراپا گوش، یا مثلا در خلیج مکزیک در همین ایالات متحده آمریکا. آقای میبودی مسئله تولید نفت، هزینه تولید نفت نه تنها به دریایی یا خشکی بودن میدان نفتی مربوطه، بلکه در خود دریا خیلی موثره که ژرفای آب چقدر باشه. من 2 سال پیش در درگیر زدن یه چاه بودیم در خلیج مکزیک که عمق آب حدود 18,000 فوت بود. 18,000 فوت عمق چاه بود که 6,000 فوتش در دریا بود و 12,000 فوت هم رفته بود زیر بستر دریا. به عبارت دیگر یعنی 6,000 کیلو، 6,000 متر هر واقع 6 کیلومتر بود. 6 کیلومتر بود که 1/3 تو آب بود، 2/3 زیر بستر دریا بود. این چاه آن هنگام برای ما 2 سال پیش 130 میلیون دلار تموم شد. با نفت 100 دلار هم یه مقدار سخت بود که این چاه اقتصادی باشه. حالا تجسم کنیم با وضعیت فعلی مطلقا یه همچین فعالیت هایی در جاهایی که عمق آب زیاده در خلیج مکزیک، در دریای شمال، در مناطقی که حتی دریایی هم نیستن ولی هزینه حفاری و تکمیل چاه خیلی بالاست، مثل آلاسکا، مثل سیبری، خب فعالیت متوقف میشه. به طور مشخص آقای میبودی اگر بخوایم روی نواحی جغرافیایی مشخصی این قیمت تمام شده نفت و یه ایده به هموطنان بدیم، من لازمه که قبلش یک در حقیقت مطلبی رو روشن کنم. ما یه هزینه داریم برای پیدا کردن و بهره برداری و به تولید رسوندن یه بشکه نفت. این لازمه اینه شما بری اکتشاف بکنی، چاه اکتشافی بزنی، ارزیابی بکنی، لوله گذاری بکنی، چاه تولیدی رو بزنی، دستگاه ها رو ببری. خب این میشود هزینه توسعه میدان برای یه بشکه نفت. این خیلی بالاست. حالا میرسیم ارقامی خدمتتون میدم. ولی یه موقع دیگه از شما یه میدان در حال تولید دارید. این میدان چند سال تولید کرده. قیمت نفت هم خوب بوده، شما هم راضی بودین. الان قیمت نفت از حدود 100 دلار رسیده زیر 50 دلار. خب به خاطر اینکه شما هزینه های عظیمی رو قبلا متحمل شدید و این دستگاه اونجاست، لوله ها هست و پمپ ها هست، در نتیجه فقط هزینه جاری برای اینکه اون بشک نفت رو از زیر زمین به سطح زمین بیارید و در خط لوله بفرستید باید بدید. اون مبلغ کمتر از اینی که شما بخواید ابتدا به ساکن برید و نفت رو به تولید برسونید از این میدان. کاملا درست. اسم این هزینه میشه هزینه بالا آوردن، یا به انگلیسی میشه lifting cost، هزینه بالا آوردن این بشک نفت. حالا الان من برای نمونه خدمتتون میگم، مثلا در آلبرتای کانادا یا در ایالات متحده که میادین نفتی غیر متعارف تو این چند سال بسیار بازار داغی داشت و بیشتر شرکت های نفتی میرفتن سراغ سرمایه گذاری
از این میادینی که قبلا صرفه نداشت ولی با نفت 90 دلار 100 دلار خیلی هم خوب بود، شرکت ها اونجا پولشون رو میریختن و شروع میکردن تولید، و به همین دلیل هم امریکا و کانادا افزایش تولید خیلی کم سابقه یا داشتن. اتفاقی که افتاده الان هزینه، چون اونجا در امریکا و کانادا روی این میادین غیر متعارف که انگلیسیش میشه unconventional fields، حدود چیزی بوده 75-80 دلار کمتر مطلقا صرف نداره. عجب. در نتیجه بله، در نتیجه سراغ این میادین دیگر نخواهند، یعنی متوقف میشه، حتی اگه تولیدی هم وجود داشته متوقف میشه دیگه، نیست. اونایی که تولید داشته، اونایی که در حال تولید بوده در کانادا الان دیگه به صرفه نیست، یعنی بعد از 2-3 ماه اگه باز همینجوری ادامه پیدا کنه شرکت ها نمیخوان ضرر بدن، حتی تولید جاری را متوقف میکنن. در امریکا در بعضی جاها ادامه میدن چون لب مرزه، ولی بعضی جاها قطعش میکنن. بعد یه مقدارم نگاه شرکت های نفتی به اینه که این جریان کوتاه مدت باشه، البته حدس من اینه که کوتاه مدت نخواهد بود. بعد شما میرین سراغ ببینم وقتی میگه کوتاه مدت نخواهد بود، مثلا حدس شما چقدر؟ یه سال هست حداقل؟ من حداقل یک ساله میبینم. آقا اگه کسانی که این در حقیقت برنامه رو پیاده کردن به اهدافشون نمیرسن، باید اعتماد شرکت های نفتی به این گونه میادین کلا قطع بشه، سرمایه گذاری ها رو بکشن بیرون، و وقتی قیمت نفت به مرور بره بالا تا چند سالی اون اعتماد سازی نمیشه، در نتیجه اونایی که میخواستن این اتفاق رخ بده به اهدافشون میرسه. بنابراین یعنی هدف های دراز مدت وجود داره پس ماجرای کاهش قیمت نفت. به نظر من یکی از جاهایی که ایرانی ها خیلی روش حساسن یعنی دنیا، روسیه است. میخوام ببینم آقای پوتین با چه هزینه ای نفت تولید میکنه؟ داریم هیچ میانگین هزینه تولید نفت در روسیه؟ بله آقای میبودی، در روسیه و جمهوری های سابق شوروی، یعنی شامل قزاقستان و کشورهای آسیا میانه هم تا حدی میشه، برای اینکه شما امروز برید شروع کنی به کار و یه بشکه در بیاری حدود 50 دلار هزینه داری، بنابراین با قیمت‌های امروز 48 دلار 50 دلار نمیری این کارو بکنی. ولی برای تولید جاریشون حدوداً به طور میانگین البته خدمتتون میگم حدود 20 دلار هر بشکه هزینه داره، یعنی هنوز هم سودده هست. عملیات رو روسا ادامه خواهند داد، تولید کنونیشون ادامه میدن، اما سود حاصل از اون تصور کنید قبلا 20 دلار تولید میکردن 100 دلار میفروختن بشکه 80 دلار سود داشت، الان 20 دلار تولید میکنن 45 دلار میفروشن بشکه 25 دلار سود داره، 25 رو 80 چیزی حدود 30% تقریبا 32-33% سود آغازینشونه، یعنی سودشون یا درآمد نفتیشون به مقدار 1/3 اولیه کاهش پیدا کرده. این کمر یک کشور در دراز مدت خواهد شد. خب بریم سراغ کشور دوم که اونم به نظرم خیلی مورد توجه، چین. چین آقای میبودی کشور است که عمدتا وارد کننده است. با وجود مصرفی شدن چین در سالهای اخیر و صنعتی شدنش، تو مصرفش به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که چین 4 میلیون فقط تولید میکنه، 10 میلیون بشکه رو وارد میکنه که اتفاقا یکی از مشتریای ایران هم بود پیش از تحریم. حالا برای چین قیمت یک بشکه، من اینجا یادداشت کردم، اگه امروز بخوام برن یه میدانی از آغاز به توسعه برسونن چیزی حدود 80-85 دلاره، بنابراین صحبتشو نکنید. عجب. ولی برای میادین در حال تولید 25 دلاره. و یه مطلب هم یادمون نره آقای میبودی، خیلی مهمه اقتصاد نفت در یه جا دولتی باشه یا خصوصی باشه. در امریکا، در کانادا، در دریای شمال، در آلاسکا خصوصی، اقتصاد نفت خصوصی است. در نتیجه شرکت نفتی شفران یا اکسیدنتال بقیه وقتی بیان ببینن از یه میدانی ممکنه ضرر بدن، اون میدان رو بعد از یه مدت تعطیل میکنن، رو میادین دیگه بیشتر مانور میدن و براشون مهم نیست که این چه اثری رو بازار کلی جهان داره. اما در جای مثل چین، مثل ایران، مثل عربستان سعودی، اقتصاد نفت دولتی است، یعنی فقط مسئله سود و زیان نیست. در ایران 100,000 نفر فرض کنید برای شرکت نفت کار میکنن و اینا اگه خانواده شون رو 5 نفره در نظر بگیریم میشه 500,000 نفر. 500,000 نفر
در شرکت نفت حقوقای خوبی میگیرن نسبت به بقیه بخشای صنعتی و اقتصادی کشور. نمیشود بخشی از اینا رو بیکار کرد. موظف دولت به نوعی این شرایط رو تحمل کنه. حالا در ایران وضعیت متفاوته. برای اینکه تولید جاری ادامه پیدا کنه هزینه در خشکی ایران خیلی پایین، حدود 11 دلاره. بنابراین هنوز سوددهه، ولی خب فراموش نکنیم از اون سود عظیم بخش بزرگیش از بین رفته. و از سوی دیگه ایران آقای زنگنه اعلام کرد که هر قیمتی عربستان سعودی نفتشو بفروشه ما حاضریم 1 تا 1.5 دلار زیر قیمت سعودی بدیم. الان فقط مسئله آقای میبودی درآمد پایین تر نیست، مسئله اینه که فروشنده باید بره التماس کنه به خریدار. چون بازار اشباه، مقدار زیادی نفت تو بازاره. من امیدوارم هموطنان این نکته که میگم دقت کنن. نفت از چاهایی که در میاد تو خط لوله میره یا تو نفت کش میره مثل کالای الکترونیکی نیست، مثل فرش نیست که اگر بازار داره پر میشه بتونی تو انبار نگرش داری بگی سال بعد وضع خوب میشه میارمش بیرون. این یه فرایند پیوسته است. پالایشگاه یه مقداری نفت در روز میتونه بگیره، بیشتر نمیتونه بگیره. اون نفت رو نمیتونن بگن در چاه رو ببندید صبر کنید تا اینه که هست فروش بره. در نتیجه شما میزان زیادی نفت داری در نفتکش ها روی اقیانوس ها، اینها داره مرتب بین بازرگانان نفتی در رد و بدل میشه. و شما تصور کنید یه نفتکش نفتی که ده ها میلیون دلار یا صد ها میلیون دلار در مواقع ثروت یه نفر اونجا گیره یا یه شرکت، اون نمیتونه اینو نگه داره 15 روز رو اقیانوس، میخواد ردش کنه. در نتیجه میاد و قیمتو پایین میده. و شرکت‌های دولتی هم همینطور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفت دیگری که ملی هستن مجبورن هزینه‌های جاری کشور رو باید بگردونن. در نتیجه چوب حراج میزنن بر سر منابع نفتیشون برای اینکه مشتری‌ها بگیرن. آقای نژاد فقط یه دقیقه دیگه وقت داریم، یه سوال دارم با ادامه گفتگو بماند برای هفته بعد. بنابراین الان تولید نفت در خلیج فارس برای ایران صرف نمی کنه با قیمت موجود بازار، فقط در خشکی صرف می کنه یا نه؟ آقای میبودی در خشکی که بوده در 12 دلاره که کاملا می صرفه. در دریا چیزی دور بر 20 تا 22 دلاره، یعنی هنوز به صرفه است. بله هنوز به صرف است. مسئله ایران اینه که اگر یه چاهایی رو مجبور شه تولید رو کم بکنه به خاطر نداشتن مشتری است. تو این جریان تحریم ایران مشتریاشو از دست داده. متوجه. و الان دیگه فقط مسئله تحریم نیست، تحریم برداشته شده، خیلی رقیق شده تحریم، ولی فروش نفت ایران بسیار سخت صورت میگیره. و من فکر میکنم همونطور که خدمتتون گفتم جریان اگر دراز مدت باشه که به نظر من هست، فشار بسیار بسیار سنگینی و دولت جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه، چون مردم بالاخره حقوقاشون رو میخوان. و فراموش نکنید 2/3 بودجه ایران هزینه‌های جاری کشور بوده. دقیقاً درست. منظورش مثل همیشه خیلی 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 آموزنده. تشکر میکنم از شما، تا دیدار دیگر. سپاسگزارم. خداحافظ. میانان ارجمندم و همراه امیر درخشان عزیز.